چه چیزهایی را باید در مورد تعمیرات و نگهداری منزلی که اجاره می کنید بدانید؟ اول، مستأجرین باید با تمیز نگه داشتن منزل و خراب نکردن هیچ چیزی از منزل مراقبت کنند. مسئولیت نگهداری های اولیه خانگی به عهده مستأجرین است، مثل عوض کردن لامپ ها، تعویض باتری زنگ های خطر آتش سوزی و چمن زدن. مستأجرین باید هر آسیبی را که به منزل وارد شده و باید تعمیر شود به آژانس یا صاحبخانه گزارش دهند. صاحبخانه باید منزل را در یک وضعیت قابل قبول نگه دارد، بسته به سن منزل و مقدار اجاره‌ای که مستأجر می‌پردازد. دو نوع تعمیر وجود دارند: تعمیرات فوری و تعمیرات غیر فوری. تعمیرات فوری باید به سرعت انجام شوند. مثلا یک اجاق یا فر خراب، خرابی سیستم آب گرم کن، ترکیدن لوله آب، توالت خراب و یا نشت گاز و عیب برقی. شما باید تعمیرات فوری را بلافاصله به آژانس یا صاحبخانه اطلاع دهید. مسئولیت تعمیر آن به عهده آنهاست. اگر نتوانید با آژانس یا صاحبخانه تماس بگیرید یا اگر آنها در یک مدت معقول مسئله را حل نکنند، شما می توانید ترتیبی بدهید که یک پیشه‌ور واجد شرایط یا تعمیرکار واجد شرایط تعمیر لازم را انجام دهد و خودتان هزینه آن را بپردازید. شما می توانید در ظرف 14 روز پولتان را از صاحبخانه پس بگیرید اگر هزینه کار کمتر از 1000 دلار باشد، شما باعث آسیب نبوده باشید، به آژانس یا صاحبخانه فرصت معقول برای رفع مشکل داده باشید و از یک پیشه‌ور و یا تعمیرکار واجد شرایط رسید و گزارش کتبی تعمیر داشته باشید. تعمیرات غیر فوری چگونه؟ تعمیرات غیر فوری مربوط به آسیب هایی است که لازم نیست بلافاصله تعمیر شوند. مثلا شکستن یک گنجه و یا ترک خوردن شیشه پنجره. نامه‌ای به آژانس یا صاحبخانه بنویسید و توضیح دهید که چه چیزی باید تعمیر شود و می‌خواهید این کار در چه زمانی انجام شود. به خاطر داشته باشید، تعمیرات غیر فوری ممکن است به سرعت تعمیرات فوری انجام نشوند. در صورت لزوم به آژانس یا صاحبخانه یادآوری کنید. ترتیبی ندهید که تعمیرات غیر فوری را خودتان انجام دهید یا هزینه بپردازید، مگر آژانس یا صاحبخانه کتباً موافقت کند که پول آن را بپردازد. برای پیشگیری از اختلاف، هر مشکلی را که به آژانس یا صاحبخانه گزارش می دهید بنویسید و یک کپی آن را نگه دارید. حتی اگر آژانس یا صاحبخانه تعمیرات را انجام ندهد، شما باید اجاره خود را بپردازید.
اگر اجاره را ندهید، قرارداد اجاره خود را می شکنید. صاحب خانه می تواند از شما بخواهد که منزل را تخلیه کنید. اگر صاحب خانه تعمیرات را انجام ندهد، می توانید به Consumer Trader and Tenancy Tribunal CTTT یا دیوان داوری مصرف کننده کاسب و اجاره نشینی درخواست بدهید. تغییر دادن در منزل چگونه است؟ شما باید همیشه قبل از اینکه هیچ تغییری در منزل بدهید، اجاره کتبی صاحب خانه را بگیرید. صاحب خانه باید با تغییرات جزئی موافقت کند، مگر دلیل خوبی برای موافقت کردن نداشته باشد. تغییرات جزئی شامل این هستند: گذاشتن یک قلاب تابلو روی دیوار، نصب قفل‌های ایمنی کودکان روی پنجره‌ها، یا نصب یک دستگیره در حمام. اگر بخواهید تغییر عمده‌ای در منزل بدهید، صاحب خانه مجبور نیست با آن موافقت کند. مثلا رنگ زدن داخل یا بیرون خانه. اگر بدون تصویب کتبی تغییری بدهید، ممکن است مجبور به پرداخت غرامت بشوید یا در خطر اخراج از منزل قرار بگیرید. برای آگاهی بیشتر درباره حقوق و مسئولیت‌های مستأجرین از وبسایت معاملات منصفانه نیو ساوث ویلز در www.fairtrading.nsw.gov.au دیدن کنید یا به شماره 133220 تلفن بزنید. و اگر در مورد زبان به کمک نیاز دارید، به شماره 134050 تلفن بزنید.